محمد عمر و, مرد و وزیر داخل حکومت پیشین و نماینده خاص اشرف از مردم افغانستان معذرت خواست او میگوید که مثل دیگر چهره های سیاسی خودش را مقصر دانسته و از مردم معذرت میخواهد درود بر شما وقتتان و خیر امروز 16 می برابر با 27 سور 1403 هجری شمسی است شهروندان کشور همواره چهره های سیاسی حکومت پیشین را به معامله و ویرانی وطن و حاکم شدن طالبان متهم کردند اما کمتر این چهرهای سیاسی اشتباهشان را پذیرفتند و تازگی محمد عمر داوودزای وزیر داخلی حکومت پیشین و نماینده خاص اشرف غنی به اشتباهش اقرار و از مردم افغانستان معذرت خواست آقای داوزای در مصاحبه تازهش گفته است که حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان حاصل کوتاهی و کمکاری نخبگان اقوام کشور بود. داوزای روز چهارشنبه 26 سور در گفتگوی با افغانستان انترنشنال از مردم افغانستان به عنوان یک مقام سابق حکومت مذرت خواست و از شرایط حاکم بر افغانستان ابراز تاسف کرد و گفت که محرومت دختران و زنان از کار و آموزش سرگردان نخبگان و تحصیل کردگان افغانستان در خارج از کشور حاصل کوتاه نخبگان بوده است او گفت که نخبگان اقوام مختلف بودند که جا خالی کرده و فضا را برای حاکم شدن دوباره طالبان مساید کردند داوود افزود که نخبگان ما جای را به طالبان خالی کردند فضا را خالی کردند که طالب آمد پر کرد اگر کل ملت را جمع می کردند به طالب جان نمیمان با این حال وزیر داخلی حکومت پیشین گفت که اقرار به این مسئله مشکل فعلی کشور را حل نمی کند و باید به دنبال راه بیرون رفت بود نماینده خاص اشرف غنی از مردم افغانستان به خاطر حاکم شدن دوباره طالبان به شرایط سختی که آنان در آن به سر میبرند معذرت خواست آقای داوزای گفت که بارها گفتم باز هم میگویم که از مردم افغانستان معذرت خواهم خصوصا از آنهایی که متضرر شدن وزیر داخل حکومت پیشین و نماینده اشرف به طور نمونه به شرایط دشوار این روزهای سیلاب زدگان در ولایت بغلان اشاره کرده و گفت که علت عدم توجه جامعه جهانی به مردم سیلاب زده بغلان فقدان یک نظام مورد قبول جامعه جهانی است او گفت که در زمان جمهوریت چون اتفاق می افتاد جهان کمک های زیادی به کشور میکرد. آقای داود گفت که برخورد جامعه جهانی با وضعیت امروز افغانستان طوری است که این کشور در کره زمین وجود نداشته باشد. هرچند که معذرت خواهی این چهره سیاسی که از دید شهروندان افغانستان کشور را معامله کرده درد را دوان نمی کند. ولی اگر از صدق دل باشد میتواند زمینه را برای گفتگاه های صادقانه بین مردم و چهره های سیاسی فراهم کند. و این گونه می شود صف مخالفان طالبان را تقویت کرد. با پذیرش اشتباهات گذشته و برنامه های در آینده برای افغانستان پس از طالبان آماده شد.